اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. سودپرستی و چپاول مال مردم به سطحی در حکومت اسلامی ایران رسیده که داروهای تقلبی را به ادعام درمان کرونا در بازار عرضه می کنند و وزارت بهداشت هم زیر فشار است که این داروهای تقلبی را تایید کند و این در حالی که معلوم نیست این داروها در کجا و توسط چه کسانی ساخته شده و نتایج آزمایش های بالینی چه بوده است. مردم ایران را دزدیدند و اکنون می‌خواهند جان آنان را نیز بگیرند. امروز چهارشنبه 19 آذر ماه 1399 خورشیدی، 9 دسامبر سال 2020 میلادی و 23 ماه کسلو سال 5781 ابریست. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را با آگاهی شما می‌رسانیم. اسرائیل یکی از نخستین کشورهای جهان است که امروز نخستین محموله واکسن ضد کرونا را با یک هواپیمای باری بزرگ دریافت کرد و تزریق آزمایشی آن به افراد تا چند روز دیگر آغاز می شود. اسرائیل 8 میلیون واحد واکسن از کمپانی فایزر و چندین میلیون واحد دیگر از دو کمپانی دیگر سفارش داده است. نخست وزیر اسرائیل امروز را روز مهمی دانست و در همان حال گفت که تدابیر احتیاطی باید ادامه یابد. با وجود رسیدن نخستین محموله های واکسن، کابینه ضد کرونا اسرائیل همچنان امکان تعطیلی بسیاری از اماکن عمومی را به ویژه از شامگاه فردا که عید خنوکا جشن روشنایی آغاز می شود مورد بررسی قرار داده است. در ایران ظاهراً به دنبال اجرای محدودیت های اجتماعی و فعالیت های اقتصادی از شمار قربانیان و مبتلایان کاسته شده، ولی درستی این آمار رسمی مانند همیشه با تردید روبرو شده است. رژیم میگوید که شمار قربانیان در شبانه روز اخیر به زیر 300 نفر رسیده است. در تهران فرماندهان ارشد سپاه پاسداران همچنان اعلام میکنند که انتقام خون محسن فخری زاده را خواهند گرفت، ولی در عین حال از بردن نام اسرائیل پرهیز می کنند و وعده نمی دهند که این انتقام جویی به چه صورت خواهد بود و در چه فاصله زمانی صورت خواهد گرفت. یک رسانه خبری وابسته به سپاه پاسداران امروز شدیدترین اتهامات یهود ستیزانه را وارد آورد و ادعا کرده گفت صهیونیستی نه تنها فخری زاده را کشت، بلکه مسئول کشتن پیامبران بشریت نیز می باشد. بدینسان رژیم ایران می کوشد یک ادعای سیاسی و امنیتی خود را به نفرت پراکنی علیه دین یهود و ملت اسرائیل مبدل سازد. مشاور باقر قالیباف در امور سیاست بین المللی اعلام کرد که چند تن به اتهام شرکت داشتن در اجرای ترور فخری‌زاده شناسایی و بازداشت شدند. او در این زمینه توضیح بیشتری ندارد و آشنایان امور ایران ابراز شگفتی کردند که چرا چنین خبر ظاهرا مهمی نه توسط وزارت اطلاعات و نه بخش اطلاعات سپاه پاسداران بلکه توسط یک دستیار رئیس مجلس اعلام می شود. آگاهان این واقعیت را نشان دیگری از بالا گرفتن کشاکش بین قالیباف و حسن روحانی می دانند. روحانی امروز زبان به گله گشود و بیان که به نام قالیباف اشاره کند گفت بگذارید عمر این دولت به موقع به پایان برسد. سازمان ملل متحد اعدام ده‌ها تن از کشوران سیاسی ایران را که همگی افرادی جوان و برجسته بودند محکوم دانست و سازمان عفو بین‌المللی این اقدام کم سابقه یه سازمان را مورد تحسین قرار داد. حکومت اسلامی که این چنین در سوی هلاکت فخری‌زاده اشک تمساح می‌ریزد خود مسئول قطع ده‌ها هزار نفر از نخبگان و جوانان و تلاشگران ایران بوده است. مشروع این خبرها و گزارش‌های بیشتری را در رابطه با ایران، اسرائیل و امور دیگری که به این دو کشور مربوط می‌شود در مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. تیم خبری امروز ما شامل خانم نیلوفر آزاده، آقای مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قراگزنو می‌باشد. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید.
با تقدیم بهترین آرزوها در این روز چهارشنبه و امید به آینده بهتر، همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به آگاهی شما می‌رسانیم و با یک خبر پر امید آغاز می‌کنیم. اسرائیل یکی از نخستین کشورهای جهان است که واکسن ضد کرونا ساخت کارخانه فایزر را دریافت می‌کند و از یک شنبه آینده تزریق آن به افراد آغاز خواهد شد. بریتانیا نخستین کشور جهان در تزریق واکسن محسوب می‌شود و ایالات متحده نیز با صدور مجوزهای لازم استفاده از این واکسن را امکان پذیر ساخته است. یک هواپیمای باری با محموله بزرگ واکسن‌ها پیش از ظهر امروز وارد اسرائیل شد و بنیامین نتانیاهو و شماری از مقامات عالی رتبه به استقبال آن رفتند و از این دستاورد ابراز خرسندی کردند که اسرائیل توانسته در صف اول دریافت کنندگان واکسن باشد. اسرائیل جمعاً 8 میلیون دوز واکسن به فایزر سفارش داده که به مرور زمان دریافت خواهد کرد. این مقدار برای واکسن کردن 4 میلیون از جمعیت اسرائیل کافی می باشد. ولی در مرحله نخست تنها 1000 واحد از این واکسن ها تزریق خواهد شد تا در عمل دیده شود که بهترین راه توزیع و استفاده از آن چیست. نخست وزیر در مراسم استقبال از این هواپیما با ابراز خرسندی بسیار گفت که دولت بیشترین تلاش را به عمل آورده بود که اسرائیل جزو نخستین کشورها باشد. نتانیاهو گفت که اسرائیل به هدف آمادگی برای هر گونه احتمالی چندین میلیون واحد دیگر از کارخانه‌های دیگر نیز سفارش داده است تا هیچ کمبودی در کشور به وجود نیاید. آزمایش و آموزش بهترین شیوه تزریق این واکسن به آزمایش نیاز دارد، زیرا واکسن را باید در سرمای زیر 70 درجه نگهداری کرد و در غیر این صورت فاسد می شود. اسرائیل تزریق واکسن را با تیم‌های پزشکی و درمانی و به دنبال آن افراد سالخورده و آنانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند آغاز خواهد کرد. از آنجا که در اسرائیل نیز همانند برخی کشورهای دیگر افرادی وجود دارند که نسبت به کارایی واکسن ابراز تردید می کنند و یا به طور اصولی واکسیناسیون را مردود می دانند، نتانیاهو اعلام کرد که خود او نخستین فردی خواهد بود که واکسینه خواهد شد. گزارش دیگری را در مورد واکسن کرونا در جهان خواهید شنید. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا طرح خود برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در صد روز نخست ریاست جمهوریش را اعلام کرد. او گفت که در صد روز نخست شروع کار برای بازگشایی مدارس، استفاده عمومی از ماسک و همچنین واکسینه کردن 100 میلیون نفر از شهروندان تلاش خواهد کرد. بایدن افزود که قصد دارد زندگی مردم آمریکا را بهبود بخشد و در صد روز نخست ریاست جمهوری او روند شیوع پاندمی تغییر پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در همین روز فرمانی را صادر کرد که طبق آن شهروندان آمریکایی در اولویت نخست دریافت واکسن‌های کرونا قرار می‌گیرند. پرزیدنت ترامپ در اجلاسی که در کاخ سفید درباره کرونا برگزار شده بود گفت واکسن به سرعت توزیع خواهد شد و مرگ و میر کاهش خواهد یافت. سازمان غذا و داروی آمریکا درباره مجوز داروها تصمیم گیری می کند. او اعلام کرد نگرانی خاصی درباره ایمنی واکسن کرونا وجود ندارد که بتواند از تایید اضطراری واکسن کرونا شرکت فایزر بیونتک جلوگیری کند. این تاکید بر داده های 38,000 شرکت کننده در آزمایشات بالینی شرکت داروسازی فایزر بیونتک استوار است. کمیته مشورتی سازمان غذا و داروی آمریکا قرار است پنجشنبه درباره واکسن کرونا تصمیم گیری کند. در انگلستان اولین واکسن به یک بانوی 90 ساله تزریق شد. قرار است در آمریکا نیز پس از اجرای شدن واکسن رؤسای جمهوری سابق آمریکا کلینتون، بوش و باراک اوباما در ملأ عام واکسن بزنند. همچنین جو بایدن نیز گفته است که این کار را خواهد کرد. سخنگوی وزارت بهداشت حکومت ایران امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی شبان روز گذشته 295 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 28 تن کمتر است. وی افزود در شبان روز گذشته 10,223 تن بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند
که 1747 نظرها در بیمارستان ها و مراکز درمانی بستری هستند. سیما سادات لاری گفت مجموع جان باختگان این بیماری طبق آمار رسمی و دولتی به 51212 تن رسیده است و مجموع بیماران مبتلا به کرونا به 1,072,620 نفر میرسد. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد در حال حاضر 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 278 شهرستان نارنجی و 106 شهرستان دیگر کشور در وضعیت زرد قرار دارند. دو تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دوباره وعده دادند که انتقام خون محسن فخرزاده سرپرست اجرای برنامه‌های اتمی ایران را حتما خواهند گرفت. سپاهی حسین سلامی در این زمینه گفت دشمن منتظر واکنش جمهوری اسلامی ایران باشد، ولی او در سخنان خود به هویت آن دشمن و نوع انتقام گیری و زمان آن اشاره نکرده. در همین رابطه سپاهی علی فدوی در مقام جانشین فرمانده کل سپاه گفت ما انتقام خون فخرزاده را از عاملان و آمران این ترور حتما خواهیم گرفت و این امر قاطع و حتمی است. هیچ یک از این دو تن به هویت این عاملان و آمران اشاره نکردند و برخلاف هفته پیش نامی از اسرائیل به میان نیاوردند. در هفته پیش ادعا شده بود که موساد اسرائیل از طریق فرمان از راه دور توانسته فخرزاده را به هلاکت برساند، ولی توضیحاتی که در این باره از جانب شماری از دستاندرکاران حکومت و افرادی که خود را شاهدان عین خوانده بودند تفاوت‌های اساسی داشت. سپاهی حسین سلامی در ادامه سخنان خود گفت که با وجود از میان برداشته شدن فخرزاده، رژیم ایران بی وقفه به برنامه‌های اتمی خود ادامه خواهد داد. باقر قالیباف در این زمینه گفته بود که رژیم ایران به برنامه‌های اتمی خود شتاب می‌بخشد و قصد غنی‌سازی 20% دارد و همچنین ادامه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. حسن روحانی نسبت به این تصمیمات مجلس که گفته می شود یک گام تبلیغاتی قالیباف در مسیر رسیدن به مقام ریاست جمهوری بوده، به شدت انتقاد کرد. در مورد شیوه انتقامگیری احتمالی رژیم از اسرائیل، رادیو پیام اسرائیل در گزارش روز سه‌شنبه از قول دو کارشناس نظامی و اطلاعاتی گزارش داده بود که رژیم ایران امکان حمله موشک از خاک یمن را مورد بررسی قرار داده و اکنون می‌کوشد موشک‌های بسیار پیشرفته و نقطه‌زن را به دست حوثی‌های یمن برساند. سپاهی حسین سلامی در ادامه سخنان خود ادعا کرد که بزرگترین لطف الهی کشته شدن در راه اسلام و رسیدن به مرحله شهادت است. او گفت که رژیم ایران از خون فخری‌زاده نخواهد گذشت و در زمان مناسب انتقام او را خواهد گرفت. کارشناسان نظامی به رادیو پیام اسرائیل گفتند که ارتش این گزارش تهدیدهای رژیم را جدی می‌گیرد و برای خنثی کردن آن به تدابیر لازم می‌پردازد. نصب پرچم اسرائیل بر روی پلی در شرق تهران با استقبال گسترده کاربران در فضای اجتماعی روبرو شد. این پرچم بر روی پل محلی تهران پارس در شرق پایتخت آویخته شد و روی آن نیز نوشته شده بود که موساد متشکریم. طی 24 ساعت گذشته کاربران ایرانی ضمن انتشار خبر این جریان نظریاتشان را بازتاب دادند. یک کاربر در اینستاگرام خود به طنز نوشته است ما که قدس را نگرفتیم اما اونا تهران پارس را گرفتند. کاربری دیگر به طنز در اینستاگرام نوشته است حضرات الان میان میگن این پرچما توسط کواد کوپترهای رادار گریز و کنترل ماهواره‌ای از اسرائیل اینجا نصب شده. کاربری دیگر هم با اشاره به ادعای مقامات حکومت ایران که گفته بودند از طرح ترور خبر داشتند نوشته است ما می‌دونستیم در چه زمانی و چه مکانی اسرائیل می‌خواد این پرچم رو نصب کنه، ولی متأسفانه در لحظات آخر از تکنولوژی خیلی پیشرفته نخ پلاستیکی شیرینی استفاده کردند
که تونستم جلوشون رو بگیریم. یک کاربر دیگر با نام رودخانه در توییت خود نوشته است: تو ببین ما چقدر بدبختی، اسیر جمهوری اسلامی شده ایم، از اسرائیل تشکر میکنیم، دلمون به آمریکا امیدوارها، مرگش رو هم دنبال میکنیم، شاید فردی شد. اشاره این کاربر بر موج را افتاده در توییتر در پی رد شایعه بیماری علی خامنه‌ای رهبر حکومت است. در یک مناظری تلویزیونی که از شبکه فارسی بی بی سی از لندن پخش شد، آقای منشأ امیر ابراز اطمینان کرد که حتی اگر عربستان سعودی در آینده نزدیک نخواهد با اسرائیل روابط عادی برقرار سازد، ولی در پنهان به همکاری‌های گسترده در زمینه‌های مختلف از جمله اطلاعاتی و نظامی ادامه خواهد داد. ولی یکی از شروط آن این است که اسرائیلیان این امر را کاملا محرمانه نگاه دارند و از افشای جزئیات آن خودداری ورزند. این مناظره به بررسی جوانب مختلف حملات لفظی امیر ترکی الفیصل اختصاص داشت که در سخنرانی در همایش بین‌المللی منامه که از راه دور انجام گرفت، اسرائیل را به شدت مورد حمله قرار داد و سیاست‌های این کشور در برابر فلسطینیان را قلدرمابانه خواند و ادعا کرد که اسرائیل بر اماکن مقدس مسلمانان در مسجد الاقصا مسلط شده است. در این مناظره آقای علیرضا نوری‌زاده، سردبیر تلویزیون ایران فردا، دیدگاه‌های خود را بیان داشت و از فلسطینیان طرفداری کرد و گفت که اسرائیل طرح صلح عربستان را که بیش از 10 سال پیش ارائه شده بود رد کرد. آقای نوری‌زاده با تایید تکذیب‌های دولت عربستان سعودی ارزیابی کرد که خبر دیدار محرمانه بنیامین نتانیاهو از عربستان و ملاقات با محمد بن سلمان و پومپئو نادرست است. آقای منشأ امیر ابراز اطمینان کرد که چنین دیداری انجام شده و اگر مورد تکذیب قاطعانی رهبران عربستان قرار گرفته، به خاطر آن است که در این مرحله نمی‌خواهند از ابعاد همکاری‌های پنهان خود با اسرائیل پرده بردارند. او تاکید کرد که اسرائیل و عربستان برای رویارویی با خطرات حکومت اسلامی ایران دارای منافع مشترک هستند و اگر مورد تعرض رژیم ایران قرار گیرند، تردیدی نیست که برای دفع آن به همکاری نظامی خواهند پرداخت. آقای منشأ امیر گفت که از نظر امنیتی اسرائیل و عربستان دارای منافع مشترک حساسی هستند و به عنوان نمونه گفته که حوثی‌های یمن با کمک موشک‌های پیشرفته‌ای که از رژیم ایران دریافت کردند، بارها خاک عربستان و از جمله فرودگاه بین‌المللی ریاض را هدف قرار دادند و اکنون طبق گزارشی که در رادیو پیام اسرائیل انتشار یافته، اکنون حکومت ایران می‌کوشد از همون طریق کره اتمی دیمونا در جنوب اسرائیل را هدف قرار دهد. آقای منشأ امیر به بی بی سی و آقای نوری‌زاده پیشنهاد کرد که یک مناظره جداگانه برگزار شود تا بتوان جنبه‌های گوناگون نزاع فلسطینی اسرائیلی را مورد بررسی گسترده قرار داد. بخشی از مناظره شب گذشته بین آقایان نوری‌زاده و امیر را به سرپرستی خانم قاضی‌زاده می‌شنوید. آقای امیر، نظر شما چیه؟ این ادعایی که مطرح میشه که دیداری صورت گرفته و از این سو به این شدت داره تکذیب میشه، نظر شما چیه در موردش؟ بله، چون این نکته خیلی فشرده میخوام بیان کنم پیش از این که به پرسش شما پاسخ بده. ببینید، اولا ما دولت تل‌آویو نداریم، پایتخت اسرائیل در اورشلیم و دولت در اورشلیم، دولت تل‌آویو نداریم. این یکی. دومی که شهری به نام بیت المقدس نداریم. بیت المقدس تپه است در اورشلیم که در گذشته بیت همقداش یا بیت المقدس متعلق به یهودیان در اونجا وجود داشته، ویران شد و 1600 سال بعد عرب آمدن و اونجا مسجد الاقصا رو بنا کردن. سوم این است که مسجد الاقصا در اشغال اسرائیل نیست، تولیتش به دست دولت اردنه و همونطور که الان مسلمانان امارات و بحرین میتونن بیان و در مسجد الاقصی نماز بگذارن، مردم عربستان سعودی هم میتونن این کار رو بکنن. نکته چهارم، عربستان سعودی از هنگام به روی کار آمدن بن سلطان و محمد بن سلطان، در واقع ولیعهد، داره یک تغییراتی میکنه و این تغییرات از جمله این است که یهودی ها اجازه میدن وارد خاک اونجا بشن و حتی
کارهای بازرگانی بکنن و غیره و غیره. و نکته دیگر مسئله قلدری و اشغال و بیکاری و سوء استفاده، این هم درست نیست، به خاطر اینکه اگر قلدری هست تروریست های فلسطینی هستن که اسرائیلیان رو میکشن و اسرائیلیان از خودشون دفاع میکنن. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین. سوال من در مورد این بود که آیا این دیدار به نظر شما صورت گرفته یا نه، چه دلیلی داره به این شدت تکذیب میشه؟ خیلی ساده است. اولا تردیدی ندارم که این دیدار انجام گرفته. تکذیب میکنن به خاطر اینکه اسرائیلی ها کار بدی انجام دادن. این لازم بود که محرمانه باقی بمونه برای عربستان، خادم حرمین شریفین. شایسته نیست که اسرائیلی ها بگن که نخست وزیرشون رفته با محمد بن سلطان و پومپئو گفتگو کرده و برگشته. به هر حال آقای نتانیاهو با دست خالی برگشت، با دست خالی برگشت به همون دلایلی که آقای نوریزاده بهش اشاره کردن و اون ترسولی که عربستان سعودی ارائه کرد و همچنین تعهدی که نسبت به فلسطینی ها دارن و مقامشون در به عنوان رهبر مسلمانان جهان و این واقعه خمینی از 60 و چند سال پیش گفته بود که نظام عربستان باید سرنگون بشه. آقای امیر، به نظر شما چقدر این که رابطه باشه رسمی یا نباشه میتونه روی همکاری اینها در مورد ایران تأثیر بگذاره؟ بله، سوال بسیار بسیار مهمی است. در مورد سخنان آقای نوریزاده درباره فلسطینی ها و حقشون بر این سرزمین، متاسفم که ایشون بحث رو به اون مجرا کشوندن، صحبت روابط عربستان با اسرائیل و ایران، که انشالله در فرصت دیگری اگر خانم قاضی‌زاده اقدام بکنن ما مسئله فلسطینی ها و اسرائیلی ها رو مطرح خواهیم کرد. در مورد عربستان و اسرائیل و ایران، عربستان واقعا در یک وضع ویژه و حساسی قرار داره. از یک طرف همونطور که گفته شد خادم حرمین شریفین و مقام رهبری رو دارن در جهان اسلام، و از سوی دیگر از طرف یک حکومت شیعه در ایران مورد تهدید هستن. و باز یادآوری میکنم که خمینی در کتاب کشف الاسرار نوشته بود که حکومت وهابی سعودی ها رو باید برانداخت. این رو 60-70 سال پیش نوشته بود و ما در طول 42 سال اخیر میبینیم که حکومت ایران عملا میخواهد که این کار رو اجرا بکنه. یک مثال در مورد اشتراک منافع بین اسرائیل و عربستان براتون بزنم. ما توی رادیو پیام اسرائیل امروز منتشر کردیم از قول دو منبع آگاه اطلاعاتی که من شخصا باشون صحبت کردم و بررسی های دقیق به عمل آوردم، خبر این است که حکومت ایران یکی از گزینه هایی رو که بررسی میکنه برای انتقام جویی کشته شدن محسن فخری زاده، حمله موشکی از توسط حوثی های یمن به سوی کوره اتمی دیمونا در اسرائیل. ببینید چقدر این شباهت داره به حمله موشکی حوثی ها به فرودگاه بین المللی ریاض. متوجهم که به هر حال ایران ممکن هست که اقداماتی بکنه علیه دو کشوری که اونها رو همدست میدونه در این اقدامات، اما بحث ما این هست آیا این اختلافاتی که همین الان روشن هست که به جدیت بین عربستان و اسرائیل وجود داره اونقدر رنگ میبازه در مقابل یک دشمن مشترکی مثل ایران که اینها بدون نگاه به این به هر حال اختلافات قدیمی با هم علیه ایران هم دست بشن؟ ای کوتاه بگید آقای امیر. بله، ببینید مسلما امکان داره. یعنی ما روابط را در دو سطح آشکار و پنهان بررسی بکنیم. آشکار عربستان میتونه به ابراز حمایت از فلسطینی ها ادامه بده. پنهان میتونه و وجود داره، این الان هستش، باید بیشتر ریشه بگیره که دو کشور به صورت پنهان و به شرط اینکه اسرائیلی ها دهانشون رو ببندن و اخبار رو فاش نکنن میتونه
بسیار گسترش پیدا بکنه. عرض کردم که تا چه حد اسرائیل و عربستان در برابر حکومت ایران در یک خطر مشابه قرار دارن. خیلی نکته جالبی رو اشاره کردن آقای امیر آقای نورزاده. ما سالها بارها شنیده بودیم اتفاقا ایران و اسرائیل هستن که منافع مشترکی دارن در این منطقه علیه کشورهای دیگر عرب منطقه. الان انگار کاملا این تغییر کرده و یک بالانس دیگری شکل گرفته. فکر میکنید که این چقدر پایدار هست چنین در واقع تغییر معادلات؟ شاه به این واقعیت کاملا آگاه بود. ایران، ترکیه و اسرائیل سه دولت غیر عرب منطقه بودن که دوتاشون مسلمان بودن و یکیشون هم مشکلای اساسی با عرب ها و فلسطینی ها داشت. و همیشه شاه معتقد بود باید روابط بالانس با عرب ها داشته باشه، ولی با این دو کشور روابط نزدیکتر. اینی که با ترکیه در همون حالا اول سنتو بود، بعد تبدیل شد به پیمان مرکزی و بعد پیمان سه دولت با پاکستان، و با اسرائیل هم روابط تنگاتنگ پنهان و نه چندان آشکار. و حتی اسرائیل رو به صورت دو فکتو به رسمیت شناخت، دو فکتو و نه دو جوره، یعنی موجودیت شو به رسمیت شناخت. ولی روابط تنگاتنگ، خاطرات علم رو بخونیم کافیه بدونیم روابط نزدیک بوده. ولی در این حال اینقدر شاه نفوذ داشت که قطعنامه 242 سازمان ملل به گفته آقای اردشیر زاهدی دیکتش رو ایشون کرده و مال ایران بود. بنابراین میخوام بگم اون سیاست کنار گذاشته شد. جمهوری اسلامی بی دلیل از روز اول، همونطور شعار مرگ بر آمریکاش معنا نداره، مرگ بر اسرائیلش هم معنا نداره. اونطور یه روزگاری بود که مستمعانی داشت، ولی امروز در میان فلسطینی ها فقط موزبگیراش براش دست میزنن و الا نه ابو مازن احترامی برای این رژیم قائل، نه اعتباری قائل، نه دولت فلسطین. و شما با خیلی از فلسطینی ها، با خانم حنان اشراوی، با صاحب عریقات که تازگی درگذشت، با روشنفکران فلسطینی به شدت با جمهوری اسلامی مخالفن و جمهوری اسلامی را عامل تفرقه فلسطینی ها و مصیبت. و بارها من شنیدم از خود ابو مازن و پخش کردم که گفت جمهوری اسلامی ضررش برای ما از اسرائیل کمتر نبود. متوجه ما اینو زده. ولی من سوالم مربوط به اینه که چقدر این همکاری حالا پنهانی که بین عربستان و اسرائیل صحبتش میشه که هست علیه ایران قابل ادامه دادنه با توجه به اختلافات گسترده که اینها همونطور که شما اشاره کردید دارن در زمینه‌های مختلف. مصالح گاهی اوقات الزام میکنه بر دولت‌ها چیزهایی رو که شاید خوششون هم نیاد. شاید واقعا پادشاه سعودی خیلی علاقه نداشته باشه با آقای نتانیاهو دست بده، ولی مصلحتش و سلامت کشورش و بقای خودش ایجاب میکنه. اما فعلا پنهانکاری، فعلا منم با آقای امیر موافقم که احتمالا اینا در پنهان با هم گفتگو میکنن، مسئولان امنیتیشون در آمد و شدن، ولی این که روابط کامل رسمی برقرار کنن آی امیر، جو بایدن در راه و به نظر میاد که همه کشورهای منطقه به نوعی نگرانند از اینکه او میخواد برگرده به برجام. فکر میکنید که این چقدر میتونه نقش ایفا بکنه و آیا راه آسان هست برای ایران و آمریکا برای شروع مذاکره دوباره؟ و میتونم بگم که دوتا کشور نگرانند، یکیش عربستان سعودیه و یکیش اسرائیله. ببینید نگرانی عربستان سعودی برمیگردن به سفر نتانیاهو به عربستان و دیداری که با محمد بن سلمان و پومپئو داشت. با دست خالی برگشت. چرا با دست خالی؟ به خاطر اینکه عربستان سعودی اگر ترامپ ادامه میداد عربستان به سوی اسرائیل با گامهای مستحکمتری پیش میرفت، ولی چون میبینه که الان احتمال داره که آقای بایدن بیاد، آقای بایدن به عربستان چندان نظر خوشی نداره و بارها ازش انتقاد کرده. در مورد اسرائیل ایشون از طرح دو کشور برای دو ملت و ممنوعیت آبادی سازی اسرائیل در کرانه باختری صحبت میکنه،
به این علت عربستان و اسرائیل از یک سو منافع مشترک بیشتری دارن و سوی دیگر آمدن آقای جو بایدن تا حدود این روند عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان رو دچار اختلال میکنه. ولی خواستم توضیح بدم که از نظر استراتژیک، امنیتی و دفاعی اسرائیل و عربستان منافع بسیار بسیار مشترکی دارن. اسرائیل بسیار ورزیده است در تعریزی مبارزه ها، نبرد ها و جنگ ها. عربستان سعودی یک انبار بزرگ اسلحه است. عربستان در زمین بسیار گسترده است و اگر یکی از دو کشور هدف حمله حکومت ایران قرار بگیره، مسلماً این دو کشور به هم نزدیک خواهند شد. یادآوری میکنم وقتی که در دولت اهود باراک و اهود اولمرت احتمال حمله نظامی برای نابود کردن تأسیسات اتمی ایران مطرح شد، گفته می شود و من باور می کنم که عربستان گفته بود اگر بخواهید این کار رو انجام بدید می تونید از حریم هوایی ما بگذارید. و امروز هم عربستان به امارات، اسرائیل و بحرین اجازه میده که هواپیماهاشون از حریم هوایی عربستان. اینها همه نشون میده که بسیار مشترکه. حالا چطوری میشه که ظاهر رو حفظ کرد و عربستان کنار آمدن با اسرائیل متهم نشه؟ این کار آسانی است، باز به شرط اینکه اسرائیلی ها دهانشون رو ببندن. و ولی به نظر میاد که خب به هر حال برای اسرائیل کنترل رسانه ها کار چندان ساده ای نمیشه. به هر حال اسرائیل در این زمینه آزادی بیانی داره که شبیه کشورهای غربی است. ولی بخشی از مناظره بین آقایان منشه امیر و نوریزاده در برنامه صفحه 2 تلویزیون بی بی سی بود. به علت کمبود وقت سخنان آقای نوریزاده به طور کامل پخش نشد. ولی برای شنیدن و دیدن نسخه کامل این مناظره می توانید به وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مراجعه فرمایید. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، شماری از رسانه عمدتاً فارسی زبان برون مرزی که با بودجه‌های کلان اداره می‌شوند از انتشار این خبر مهم که گروهی از میهن دوستان ایرانی پرچم اسرائیل را روی یک پل هوایی در تهران پارس آویزان کرده و پایین پرچم نوشتند موساد سپاسگزاریم خودداری کرده‌اند. شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال یک گزارش جامع صوتی پخش کرد ولی خبر را به صورت کتبی منتشر نساخت. بی بی سی نیز گزارش جامعی درباره واکنش کاربران ایرانی انتشار داد ولی پیشتر به این رویداد اشاره‌ای نکرده بود. ولی رادیو فردا در سایت خبری خود چیزی در این باره انتشار نداد و در مورد صدای آمریکا نیز مطلبی در این زمینه نیافتیم. شاید هم غرض و مرضی نداشتند و از دیدگاه حرفه‌ای تشخیص دادند که این یک خبر بی اهمیت است و ارزش انتشار ندارد. واقعا باید پرسید اینکه سرپرست برنامه‌های اتمی رژیم ایران در یک حادثه باور نکردنی به هلاکت می‌رسد و رژیم در فقدان آن نوع سرایی می‌کند و گروه‌های زیادی از مردم ایران از این ضربه‌ای که به حکومت وارد آمده چنان خوشحال می‌شوند که پرچم اسرائیل را در یک نقطه پر رفت و آمد آویزان می‌کنند و از سرویس امنیت خارجی اسرائیل بابت این دستاورد شگفت‌انگیز که به اسرائیل نسبت داده شده سپاسگزاری می‌کنند، از نظر ارزش خبری چه اهمیتی دارد که آنان به خود زحمت دهند و چنین خبری را منتشر سازند؟ از دیدگاه آنها خبر مهم این است که ترکیه الفیصل در یک سخنرانی به حملات گزنده‌ای علیه اسرائیل می‌پردازد و اتهامات بی اساس وارد می‌کند که باید پاسخ آن را هم انتشار یابد. ولی آن رسانه آوردن استدلال‌های اسرائیل در پاسخ به این ادعاها را غیر ضروری می‌داند. رادیو فردا با پول ملت آمریکا اداره می شود ولی اکنون مدتی است که به صورت غیر مستقیم قرض ورزی می کند و اورشلیم را بیت المقدس می خواند. خبر دیگری که در رادیو فردا انعکاس بزرگی یافته حملات تبلیغاتی سفیر روسیه در اسرائیل علیه این کشور است، بیان که پاسخ اسرائیل را به این اتهامات جستجو کنند. عفو بین الملل چهارشنبه امروز در بیانیه‌ای هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت ایران در مورد تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 را اقدامی بی سابقه و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات خوانده است.
در تابستان سال 67 هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به نحو فراغذایی و مخفیانه اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تصریح کرده است. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی سابقه به دولت ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان سال 67 می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. عفو بین الملل می گوید که آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در راستای دادخواهی استقبال می کند. دیانا التهابی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در این زمینه گفته است نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام های ایرانی در مورد کشتار 67 تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می آید. آخوند محمد یزدی یکی از یاران نزدیک علی خامنه‌ای و رئیس شورای عالی جامعه مدرسین و رئیس اسبق دستگاه قضایی امروز درگذشت. وی علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان دو دوره هم در تهران و قم توانست به مجلس برود. وی چند سال نیز عضو شورای نگهبان بود. در آبان ماه سال جاری به خاطر بیماری از سمت خود در آبان ماه کنار رفت. آخوند محمد یزدی بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود که چرا وی یک کارخانه لاستیک سازی را به نام خود به ثبت رسانده است. وی هنگام مرگ 86 سال سن داشت و در روزهای اخیر گزارش های نیز در رابطه با بیماری علی خامنه‌ای در مطبوعات خارجی از جمله نیوزویک منتشر شد، ولی بعدن یک مقام نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای گفته بود که ایشان مشهور به کار خیش است، اما توضیح نداد که آیا او در سلامت به سر می‌برد یا خیر. انتشار اوراق و فروش انبار دولتی از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش کسری بودجه بوده است. جی وانگ پژوهشگر دانشگاهی آمریکایی که 40 ماه در ایران زندانی شده بود میگوید نباید گذاشت ایران بدون آن که مجازات شود دست به گروگانگیری بزند و به این کار ادامه دهد. جیوان که سال گذشته با تلاش‌های دولت پرزیدنت دونالد ترامپ بازداشت شد و به ایالات متحده بازگشت، در مقاله‌ای که بلومبرگ آن را منتشر کرده نوشته است که 1 سال پیش در چنین روزی او از ایران آزاد شد و به عنوان یک گروگان آمریکایی در یک مبادله زندانیان قرار گرفت. او نوشته است که ایران را در حالی ترک کرد که دریافته بود رژیم ایران سرسختانه با غرب به ویژه با آمریکا خصومت دارد و از دیپلماسی متنفر است. جیوانگ میگوید دست کم 11 طبقه خارجی دیگر که نام آنها علنی شده است در ایران زندانی هستند. به گفته او 8 نفر از آنها در زندان و 3 نفر در حصر خانگی قرار دارند. جیوانگ با اشاره به احمد رضا جلالی پژوهشگر سوئدی ایرانی تبار که در ایران به اعدام محکوم شده است میگوید که او با جلالی هم سلولی بود. به گفته آقای وانگ این حکم اعدام در آستانه محاکمه یک دیپلمات ایرانی در اروپا به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در سال 2018 فعال شده است. جیوانگ در بخش دیگری از مقاله خود با اشاره به مورد خانم کایلی مور گیلبرت میگوید وقتی یک گروگان خارجی به کشورش فرستاده می شود رژیم صرفاً گروگان‌های جدیدی را دستگیر می کند تا ذخیره خود را دوباره پر کند. این دور باطل تکرار می شود.
به گفته این پژوهشگر سیاست گروگانگیری و خصومت جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی از همان زمان و تشکیل آن با اشغال سفارت آمریکا پا گرفت. آقای وانگ میگوید رژیم جمهوری اسلامی همواره هنجارهای بین المللی را نادیده گرفته و به طور مرتب استفاده از دیپلماسی و گفتگو به عنوان ابزاری برای حل اختلاف کشورها را رد کرده است. ریوانگ میگوید دانشگاهیان خارجی، تاجران مستقل، خبرنگاران و برخی مواقع گردشگران از اهداف دلخواه سیاست گروگانگیری رژیم هستند، چرا که معمولا داخل ایران کسی آنها را نمی‌شناسد و از حمایت سیاسی برخوردار نیستند. حسین امیر عبداللهیان دستیار قالیباف ادعا کرد برخی از عاملان ترور فخری‌زاده دستگیر شدند. دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که شماری از افرادی که ظاهراً در طراحی و اجرای ترور فخری‌زاده دست داشتند شناسایی و یا بازداشت شدند، ولی درباره جزئیات آن هیچ توضیحی نداد. محافل آشنا به امور ایران ابراز شگفتی کردند که چگونه ممکن است چون این خبر مهمی از زبان مشاوره باقر قالیباف انتشار می‌یابد و آیا این امر نمونه ی دیگری از شدتگیری نبرد قدرت بین قالیباف و روحانی تلقی می شود و تا چه حد ممکن است درست باشد؟ حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه قالیباف در گفتگو با شبکه العالم وابسته به حکومت گفت آمران ترور فخری‌زاده، کارمند ارشد وزارت دفاع که پیشتر ترور شد، شناسایی و آمران این واقعه بازداشت شدند. دستیار ویژه رئیس مجلس گفت در خصوص طراحان و عاملان ترور شواهد مختلفی وجود دارد که اسرائیلی‌ها نقش داشتند، اما آیا آنان به تنهایی و بدون همکاری مثلا سرویس آمریکا یا سرویس دیگری قادر بودند این کار را انجام بدهند؟ قطعاً قادر نبودند. این جزئیات برای بخش‌های امنیتی ما مشخص شده، اما تا تکمیل این تحقیقات ترجیح این است که ما خیلی جزئیاتی را اعلام نکنیم. امیر عبداللهیان در ادامه گفت عاملان اجرای این ترور که بخشی از آنها توسط دستگاه‌های امنیتی ما شناسایی و حتی دستگیر شدند از عدالت فرار نخواهند کرد و حتماً برخورد قوی پشیمان کننده با آنها خواهد شد. او افزود قطعاً عوامل وابسته به اسرائیل بدون همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی دیگر نمی‌توانستند مرتکب ترور شهید فخری‌زاده شوند. امیر عبداللهیان گفت واقعیت این است که راجع به جزئیات این پروسه اطلاعاتی و امنیتی که وجود دارد برای برخورد با این شبکه من ترجیح می‌دهم متناسب با وضعیت پرونده و حساسیت‌هایی که وجود دارد دستگاه‌های زیربط امنیتی که با اقتدار از امنیت حکومت ایران سال‌ها دفاع کرده و می‌کنند در زمان مناسب خود اعلام خواهد شد. او در حال این سخنان را بیان می‌کند که خامنه‌ای یک روز پس از ترور فخری‌زاده گفته بود آمران و عاملان را پیدا کنید و در سخنانش نامی از آمریکا و اسرائیل به میان نیاورده بود. حسن روحانی در سخنان امروز خود از جمله گفت در سال خورشیدی آینده بدون مذاکره با آمریکا شرایط تولید و فروش نفت کاملا متفاوت خواهد بود. روحانی امروز چهارشنبه در نشست هیئت وزیران با اشاره به ارائه لایحه بودجه 1400 پیش از موعد مقرر به مجلس گفت بودجه امسال به اعتقاد من یک بودجه راهبردی است و با همه بودجه‌های 7 سال قبلی که دولت آنها را تقدیم کرده تا حدی متفاوت است. روحانی کوشید با این سخنان مبهم عملاً بگوید که اگر رژیم ایران با ایالات متحده به هدف برداشتن تحریم‌ها وارد گفتگوی جدی نشود، بر شدت دشواری‌های اقتصادی به شدت افزوده خواهد شد. او در ادامه افزود اساس این بودجه اعلام شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال 1400 است. ما این پیام را از طریق اینکه 2,300,000 بشکه نفت خواهیم فروخت اعلام کردیم. سال آینده هم قدرت تولید داریم که 2,300,000 بشکه نفت تولید کنیم و هم قدرت فروش داریم، یعنی تولید می‌کنیم و خواهیم فروخت. روحانی ادعا کرد دنیا بداند که ایران شرایط تولید و فروش نفتش با 2 سال قبل کاملا متفاوت خواهد بود. البته ممکن است کاسبان تحریم از این علامت خوشحال نشوند، اما این چراغ امیدی برای ملت در سال آینده است. او گفت شرایط ما در کشاورزی و صنعت هم در 6 ماهه اول نسبت به 6 ماهه سال گذشته و هم 3 ماهه دوم تابستان نسبت به 3 ماهه دوم سال گذشته کاملا مسیر امیدوار کننده‌ای داشته است.
این در حالی است که کشاورزان در بخش تولید و فروش به علت بالا رفتن ارز و مشکلات فراوانی روبرو هستند و به علت گرانی و ارزی به موقع در کشور نیمی از جامعه ایران حداقل مواد غذایی پرتئینی را دریافت نمی‌کنند. روحانی افزود در بودجه 1400 نگاه حمایتی به اقشار کم درآمد و معیشت مردم دیده شده است. تلاش دولت همیشه این بوده که به معیشت مردم و درآمد اقشار کم درآمد توجه خاص داشته باشد. او در حال این سخنان را بیان می کند که خط فقر یک خانواده 4 نفره در ایران به 10 میلیون تومان رسیده و بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مطلق به سر می برند. کارگران برای ادامه تحصیل فرزندانشان حتی توان خرید قسطی گوشی موبایل را هم ندارند. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان 97 مرز فقر را نزدیک به 2,730,000 تومان برای خانوار 4 نفره برآورده کرده بود. این آمار نشان می‌دهد که در 2 سال اخیر خط فقر 7,300,000 تومان افزایش یافته است. روحانی وعده داد باید در سطح جهانی به عنوان یک قدرت صادرکننده باشیم و بدون این تضعیف قدرت ملی است. روحانی در ادامه گفت باید کاری کنیم که قدرت‌های بزرگ در آینده نتوانند ما را تحریم کنند و این نتوانستن با شعار درست نمی‌شود بلکه با قدرت درست می‌شود. این قدرت با اقتصاد، علم، تولید و جهش تولید درست شدنی است. با جهش تولید باید قدرتمند و توانمند باشیم. او در پایان افزود کوچک کردن دولت، فروش سهام دولت در بورس یا در بازار با مزایده از کارهای مهمی است که دولت چابک شود و اقتصاد را به مردم واگذار کند. یعنی مردمی کردن اقتصاد یکی از پیام‌های مهم بودجه ماست. بخش از سخنان حسن روحانی را در جلسه امروز هیئت دولت می‌شنویم. فضای فرصت بهتر از ماهای گذشته است، نه تنها برای صنعت، نه تنها برای کشاورزی. فضای فرصت برای دیپلماسی، برای حرکت‌های وزارت امور خارجه فضایی است که ما بهتر میتونیم با دنیا کار کنیم، بهتر میتونیم با منطقه کار کنیم، بهتر میتونیم با همسایگان کار کنیم، بهتر میتونیم با غرب و شرق کار کنیم، بهتر میتونیم برای منافع ملیمون تحرک پیدا بکنیم. یه ذره این جاده پرفراز و نشیب پرچاله یه مقدار این جاده خورده داره هموارتر میشه و دیپلمات‌های ما سریع‌تر میتونن گام‌های خودشون رو بردارن. البته روشنه ما در دیپلماسی اگر بخوایم پیشرفت کنیم به نتیجه برسیم نیاز داریم که از این کشور صدای واحد شنیده بشه. نمیخوام بگم سلیقه ها رو یکی کنیم، نمیخوام بگم مجلس تابع دولت باشه، نه، نظر خودش داره، دولت هم نظر خودش رو داره. اونم ما نمیخوایم بگیم دولت نظر خودش رو بذاره کنار. رئیس جمهور اختیاراتی داره، دولت اختیاراتی داره. خط مش در دولت جزو اختیارات خاص رئیس جمهوره. برنامه دولت طبق اصل 134 قانون اساسی جزو اختیارات خاص رئیس جمهوره. این اختیارات اختیارات قانون اساسی است. ما هیچ کس نمیخواد قانون ستیزی بکنه. وقتی ما میگیم قانون، اول قانون خداست، بعد قانون اساسی است، بعد قانون مصوب مجلس شورای. وزیر خارجه عراق حکومت ایران را فرا خواند تا از مداخله در امور داخلی کشورهای همسایه خودداری کند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق به رژیم ایران هشدار داد که در امور کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه مداخله نکند و در مورد روابط خود نیز شفافیت به خرج دهد. بر اساس این گزارش وزیر خارجه عراق که برای شرکت در کنفرانسی به منامه پایتخت بحرین رفته است گفت اختلاف نظر با حکومت ایران شامل برخی مداخلات در امور داخلی عراق است و افزود مداخله در امور داخلی یک کشور همسایه به سود ایران نیست. به گفته است که اختلاف میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر عراق اثر می‌گذارد و تاکید کرد که دولت عراق در نظر دارد مناسبات و روابط خود را با شورای همکاری خلیج فارس گسترش دهد.
این شورا از کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت تشکیل یافته است و معمولاً موضعی دوستانه نسبت به حکومت ایران ندارد. وزیر خارجه عراق درباره روابط آینده عراق با این شورا گفت: همکاری با شورا در دو مسیر انجام می‌گیرد. اول از طریق همکاری در زمینه‌های مورد علاقه عراق و کل شورا و دوم از طریق گسترش روابط دو جانبه عراق با کشورهای عضو. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اعلام کرد که میزان فروش نفت ایران در سال 98 نسبت به سال گذشته بیش از 60% کاهش یافته. در این گزارش آمده میزان فروش نفت حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده که 26% رقم مصوب در بودجه سال 98 است و نسبت به سال قبل بیش از 60% کاهش یافته. همچنین بودجه عمرانی تخصیص داده شده نیز نسبت به سال قبل 57% کاهش یافته است. حسن روحانی نیز در جلسه هفتگی امروز هیئت دولت بیان که وارد جزئیات شود از جمله گفت که در دو سال اخیر ایران با شرایط متفاوتی برای فروش نفت روبرو می باشد. وی به تشریح منظور خود نپرداخت ولی اظهارات او به هدف آن بود که ریشه های بیپولی دولت را تشریح کند. پیشتر نیز حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه بودجه اعلام کرده بود که متوسط فروش نفت تاکنون 600 تا 700 هزار بشکه در روز بوده است. در همین زمینه خبرگزاری رویترز و برخی رسانه‌های دیگر نیز سال گذشته از کاهش فروش نفت ایران به 100 هزار بشکه در روز در برخی ماه‌ها خبر داده بودند. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کسری 131 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 98 اعلام کرد که 40% از بودجه با استقراض تأمین شده است. بدین سان بر اساس این گزارش این 40% با انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است. یعنی به گفته این مرکز در این سال 65 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است. یادآور می شود دولت در دو سال گذشته به دلیل کاهش درآمد نفت از صندوق توسعه ملی برای بودجه برداشت کرده که این اقدام خلاف قوانین است. انتشار اوراق و فروش اموال دولت از جمله دیگر اقدامات انجام شده برای کاهش کسری بودجه بوده است. و به عنوان آخرین مطلب بخش دوم این مجموعه خبری، یکی از دلخراش‌ترین گزارش‌های خبری امروز آن بود که فقر و ناداری در ایران به حدی رسیده که برخی از شهروندان ناچار می‌شوند برای خرید نان کارت شناسایی خود را به گروگان بگذارند و نان را هم به صورت قسطی بخرند. آیا چنین داستانی را می‌توان در قرن 21 و آن هم در کشور ثروتمندی مانند ایران باور کرد؟ شرم کنند آنانی که به دنبال گفته خمینی ادعا کردند که ایران را به آن مرحله از رفاه و بی‌نیازی خواهند رساند که نه فقط آب و برق بلکه اتوبوس و مسکن را نیز مجانی خواهند کرد و حیثیت معنوی را به مردم باز خواهند گرداند. ولی از دیرباز نه تنها حیثیت مردم ایران را پایمال کرده اند بلکه توان خرید نان را نیز از آنان سلب کرده اند. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 18 آذر در سخنانی با بیان اینکه انتقام از عاملان و آمران ترور محسن فخری‌زاده حتمی است، از پیشرفت در بررسی پرونده کشته شدن این چهره ارشد برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه در حاشیه مراسم خاکسپاری یکی از نمایندگان سابق مجلس بدون ارائه جزئیات بیشتر در این باره افزود که پس از بررسی نتایج به دست آمده بلافاصله به مردم اطلاع رسانی خواهد شد. او با اشاره به تلاش برای دستگیری عوامل این ترور گفت: کسانی که از دهه 60 خیانت به ملت ایران را آغاز کردند باید شناسایی و معرفی شوند. خبرگزاری مهر به نقل از جانشین فرمانده کل سپاه گزارش داد که علاوه بر وزارت اطلاعات، نهادهای مختلفی همچون سپاه و اطلاعات سپاه مشغول بررسی شبانه روزی این پرونده هستند. علی فدوی همچنین با تاکید بر حتمی بودن انتقام از عاملان و آمران ترور فخری زاده گفت: حتما در نخستین فرصتی که پاسخ ما کفایت کننده و در خور باشد اقدام می‌کنیم. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز دو روز پس از ترور محسن فخری‌زاده بدون ذکر منبع اعلام کرد که تیراندازی به سمت خودروی او با استفاده از سلاح‌های خودکار صورت گرفته و هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته است.
متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود، می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.